بسیار من افتخار میکنم و خانمای افغان واقعا که قابل افتخار هستند و ما را ببخشین عزیزان که شما ما را در اگالت میبینین و چون ما در می جایی که خودم هستم و من چه قمیال احساس میکنم که قلب من چه گریه میکنم و هم افتخار میکنم که چه یک خانم با شامت هستند. چقدر مشکلات های زندگی زیاد است، اما شما باید آدم دیگه دست پنجه نرم کنه دیگه. آدم مشکل است گفته بشینند دیگه، با مشکلات دیگه دوباره ما آمده میرن. بهتر است که یک قدم پیش برن که باید خدا مصرف نگاه کنه. این ملک ماجریت است، خانه خودتان نیست، ملک خودتان نیست، کسی بر شما کمک کنه. خواهر برادرتان نیست. من اینا 5 خواهر دارم، 6 برادر دارم، نواسای جوان دارم، ولیکن پیش من نیست دیگه، مجبور هستم دیگه، خودم باید بار خودم کش کنم. سخت است، مهاجرت سخت است. عزیزانی که شما در لندن هستین، اگر برنامه ما رو میبینین، اگر علاقه داشته باشین که لباسای که به دلتان دوخته شوه، سایز، اندازه، رنگ، تکه خودتان انتخاب میکنین، ما شما میتونین بیاین و برنامه ما رو ببینین. ما امروی بانوی نازنین صحبت میکنیم و معلومات های همچنان بر شما در جریان برنامه میتیم. خب گفتین مدت 20 سال است که شما لندن آمدین. خب شما میتونید راجع به این که گفتین خیاط هستین، در افغانستان هم خیاط بودین، آیا که کورس گرفتین، مکتب خیاطی رو خواندین و یا این که چطور شما؟ مادرم خیاط بود، در پیش مادرم یاد گرفتم، باز در کابل در میمنه هم که بودم خیاطی میکردم، معلومه را کالایش هم میدوختم. بعد از او باز کابل آمدم، در کابل هم کار میکردم، در دولت در دفتر کار میکردم. بعد از پیش 2 بجه خانه میامدم، باز در خانه خیاطی میکردم، قراردادی در دکان ها سیل میکردم. باز پاکستان آمدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در پاکستان هم خیاط خانه داشتم، در کمپانی یونیسیاد کار میکردم، مردم یاد میدادم. بسیار یکی نیم سال، 2 سال در کمپانی یونیسیاد کار کردیم، مردم خیاطی، دستوزی، سوزندوزی، موردوزی و شیشدوزی و چزار یاد می دادم. نام خدا. اینجا هم که آمدم که یک زن خانم هندی بود که تا امرای از او 10 سال کار کردم. واقعا عزیزان چقدر یک جای خوشبختی است که ما در افغانستان خود چی خانمای قهرمان داریم. با وجود که می فهمین لسانم که نفهمین چقدر مشکل است، با وجود که لسانم مشکل دارن، اما تانستن که یک بزنس خود داشته باشند و قلبم گریه میکنه که با چقدر مشکلات ها چقدر خنک. بله باز لندن زیاد خنک است. لندن زیاد خنک است. خب برای کسانی که شما را میبینن چی پیام برشان میتین که در مقابل مشکلات های زندگی که دارن چطور مبارزه کنن، چطور بتانن که زندگی را راحت بر خود بسازن؟ زندگی را راحت دایی بسازن که خودم مصرف کنی. تا وقتی که خودم مصرف نکنی زندگی آدم خم میکنه. باید آدم خودم مصرف باشه. اول خداوند آدم چی کنه؟ دامن خداوند بگیره. دوم خدا نجات بده. هیچ وقت مقابل مشکلات دیگه زانو خم ندی. مشکلات هست. خلاصی ندارم. تا لب گرم ما مشکلات داریم. بله بله واقعا. و همچنان عزیزان خانمانی که شما در انگلستان مخصوصا در لندن هستین، اگر میخواین که در خانه هایتان هستین و لسان هم همچنان مشکلات داشته باشین، شما میتونین با ایبانوی نازنین در تماس شوین و ما نمبر و آدرس مکمل در صفحه بر شما میگذاریم. شما امرشان تماس بگیرین، بیاین خیاطی رو یاد بگیرین. حتی قرار که گفتن از شما چارت نمیکنه و بر شما یعنی
فری و رایگان شما را یاد میده که چطور بتانین لباس بدوزین و چطور خود کمک کنین و در آینده مثل از این خانم امتر یک بزنس تانه داشته باشین، یعنی دلتان نامید نکنین که شما در انگلستان هستین لسان نمیفهمین و یا شرایط کار هست. اگر شما خواسته باشین میتونین که مثل امی بانوی ما یک راهی را پیدا کنین و هم خود راحت بسازین، خود نجات بتین، خود نجات بتین. هیچ کس هیچ کس نجات نمیده، باید آدم خودش نجات بده. کس نمیاد دروازه تانه بزنه بگه که برای کار به خود پیدا کن، یعنی من کار پیدا کردم. باید دنبال کار خودتان باشین، خودتان خود نجات بدین، کس دیگه شما رو نجات نمیده. من خود پاکستان هم بودم، خود نجات دادم. از میمنه کابل هم آمدم، خودم نجات. من از شروع کار من از پیران طفلانه شروع کردم، طفلانه دختیم بردیم در لب سرکا و مردم رو سودا کردیم در کابل. باز اینجا هم که آمدم اون زنکه هندی با من بسیار بازی کلان شد. روز با من 20 روپه میداد، از صبح تا شام 20 روپه میداد. من کار میکردم در 20 روپه، من خوشم بودم در 20 روپه، من در 20 روپه خوش بودم که بخاطر که در خانه نشینم. باز پسان دیگه باز دید که کار من بسیار خوب است، باز گفت خیر است همین کار خانه ببر. خانه بود است، در خانه میدختم، میگفت از روز مزد است که در شب مزد زیاد است، شب زیاد کار میکنی. زندگی سادم باید خودش نجات بده، کس دیگه نجات نمیده. یا دوستتان شما را نجات نمیده، هیچ وقت نجات نمیده. من هیچ دوست ندارم در لندن که آمدیم، من دو تا دوست دارم، یکیش از پنجشیر است، یکی دیگه از هرات است. دیگه دخترم دوست، بهترین دوستم اولادایم است، بهترین دوستم اولادایم است. بله بله، واقعا خوب. ما زیاد شما را مزاحمت هم نمی کنیم به خاطر از اینکه وقت کاری تان ما گرفتیم. از شما یک جهان تشکر، یک جهان سپاس. کسایی که چی مرا میبینه باید خودشان نجات بدن. خواهش میکنم خودتان نجات بدن. حیاتی را یا سوزن دوزی را یا شیشه دوزی یا هر چیز که میخواین من برشون بر افغانه خود کمک میکنم. من در افغانستان هم شاگرد زیاد تربیه کردم، در چیز در کمپانی یونیسف در پاکستان هم 3.5 سال زنهایی که مهاجر بودن در کمپ کچگلی اونجا زنها را یاد دادم. هر کس حاضر آماده هستن خوش میاین، من به خدمتشان هستم، برشون کمک میکنم.